بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أيام مبارك هست به نام بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبرا علیها السلام که او الگوی بزرگ برای همه زنان جامعه و الگوی تقوا ایستادگی و مقاومت بیان حق در مقطع بسیار سخت و مشکل و دفاع از اسلام و آزادی بود و ما همه افتخار می‌کنیم که محبت خاندان رسالت پیامبر و اهل بیت او و اصحابش در دل همه ما جای گرفته. اساس دین همون عشق. پیغمبر فرمود هل الدین الا الحب. دین همون عشق، دین همون محبته. والذین آمنوا اشد حبا لله. دین همون محبت نسبت به خداوند، پیامبران، ائمه هدا و صالحانه. قلب ما باید با خداوند و خاندان رسالت پیوند بخوره. پیوند قلبی همون محبته. احترام واقعی همون محبته. عشق واقعی آن است که معشوق رو بشناسیم، برای رسیدن او سر از پا نشناسیم و بزرگترین هدف ما قرب و نزدیکی به معشوق باشه. و ما به حمدالله در جمهوری اسلامی ایران این نعمت بزرگ رو خداوند به ما عنایت کرده. مردم ما در همه ایام خاص این عشق رو به خداوند، پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام نشون میدن که حالا عاشورا یک نمونه است، اربعین یک نمونه است، ماه رمضان یک نمونه است، فاطمیه یک نمونه است و این مسیر میتونه مسیر هدایت ما باشه. این حب و عشق اگر در حد واقعیش بود ما را از هر محبت کوچکش و هر متاع کوچک باز می‌داره. اون کسی که معشوق بزرگ داره و برای او تلاش می‌کنه، اون وقت متاع دنیا و مسائل کوچک و مسائل جزئی او رو از اون راه باز نمی‌داره. همه دنیا همینه. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون
قرآن میگه ما شما رو وسیله آزمایش همدیگر قرار دادیم. کاندیدا وسیله آزمایش برای هیئت اجرایی، کاندیدا و هیئت اجرایی وسیله آزمایش برای هیئت نظارت، همه‌شون برای آزمایش برای شورای نگهبان، همه برای آزمایش در روز انتخابات. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون. خدا میپرسه میگه حالا صبر و تحمل و شکیبایی و ایستادگی دارید در این آزمایش بزرگی که شما رو در زندگی در برابر این آزمایش عظیم و بزرگ قرار دادیم؟ خب شرایط امروز ما با همیشه متفاوته. الان ما در آستانه 37 انتخابات ملی هستیم، از اون انتخابات اولی که در فروردین سال 58 شروع شد که با همه پرسی و رفراندوم شروع شد، چون بعضی ها از کلمه رفراندوم خوششون نمیاد، پایه انتخابات ما از رفراندومه، از همه پرسی شروع شده. نظام ما روی رفراندومه، اون پایه اصلیش رفراندومه. اون همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسلامی است، و همون همه پرسی اول بود که به ما گفت دو چیز را تا پایان این نظام مد نظر قرار دهید: اسلامیت، جمهوریت. ولذا مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی. ما هممون باید پاسدار اسلام و پاسدار جمهوریت باشیم، یعنی پاسدار رضایت عامه، پاسدار نظر مردم، پاسدار خواست مردم. به همین رأی دادیم. ما نظام ما از 10 و 11 58 شروع شد که دو روز، حالا شاید هم یه بار در تاریخ کشور ما بود که دو روز روز انتخابات بود، 10 و 11، و 12 هم به عنوان روز جمهوری اسلامی اعلام شد. اتفاقا قانون اساسی ما هم یک پایش باز همه پرسی هست، یعنی قانون اساسی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان قانون اساسی دو مرتبه با همه پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد. در بازنگری هم باز با همه پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد. این رو من تأکید میکنم برای اینکه اخیراً بعضی ها از این کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کردند، و خب بعضی از حساسیت ها نه به اندازه کرونا، ولی خب خطرناکه، آدم باید مواظب باشه که این بیماری سرایت نکنه و یک اصل مهم و اساسی رو که در کشور ما و در قانون اساسی ما هست نظر دیگری نسبت به او پیدا نکنیم. قانون اساسی پایه کار ما هست. همه ما بدون استثناء مشروعیت ما از قانون اساسی است، همه. و قانون اساسی و همه قوانین و همه مقررات مشروعیتش از آراء مردم و رأی مردمه، البته در چارچوب موازین اسلام، که همه ما به اون چارچوب موازین اسلام
متعهد هستیم و معتقد هستیم. خب همونطور که اشاره شد، ما از مشروطه بود که در واقع آشنا شدیم با مسئله آراء مردم و رأی مردم و انتخابات و مجلس، حالا اون روز مجلس شورای ملی، امروز مجلس شورای اسلامی. اون همه فداکاری ها در مشروطه برای این بود که رأی مردم و آراء مردم حاکم بشه. حاکمیت ملی یکی از اهداف مهم مشروطه و انقلاب اسلامی ما بود، مردم بر سرنوشت خیش حاکم شوند. هیچ کس بر سرنوشت ما، البته خداوند که معلوم، او که خالق ما هست، این که ما بر سرنوشت خودمون حاکمیم، اون هم خداوند فرموده، اون هم امر خداست، دستور خداست. ما بر خود حاکمیت داریم و حاکمیت ملی رو کسی نمیتونه نقض بکنه. خب حالا یه مقطعی گذشت، البته انقلاب مشروطه از مسیر خودش منحرف شد، استبدادگران آمدن، مسلط شدند، بعد انتخابات شد تشریفات انتصابات. بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. جای دیگری انتصاب بفرمایند، بعد مردم برن پای صندوق بخوان تشریفات انتخابات رو انجام بدن. خدا نکنه یک همچون روزی برای کشور ما پیش بیاد، چون در زمان رژیم گذشته یادتون هست که تو حوزه‌های انتخابیه حالا یه عده‌ای می آمدن، ولی همه می دونستن که وکیل کی هست، می گفتن فلانی تعیین شده از تهران. اون وقت حالا ما شهرستانی بودیم، می گفتن از تهران فلانی تعیین شده. حالا به هر کی میخواید رأی، مردم هم میدونستن به هر رأیی میخوام بدن، هر کاری میخوام بکنن، همون آقایی که تهران به قول اونایی اون زمان میگفتن تهران گفته، همونی که تهران میگفت اون از صندوق در میامد، هر کاری میکردن. این خطر بزرگی بود که ملت ما رو تهدید کرد. اصلا مردم چرا انقلاب کردن؟ یک دلیل انقلاب مردم ما این بود که خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. حاکمیت ملی یکی از اساس حرکت انقلابی ما بود. خب رسیدیم به انقلاب اسلامی، دیگه معلوم شد که اینجور نیست که تهران تصمیم بگیره، مردم تصمیم گیر هستن، پای صندوق میان و به اون کسی که میخوان رأی میدن. خب حالا اگه ما میخواییم بریم پای صندوق رأی بدیم، به شما میگن برید وارد یک فروشگاه بزرگ بشید، یک جنسی رو انتخاب بکنید، اگر یه جنس بیشتر نیست، یه مارکم بیشتر نیست، دیگه انتخاب لازم نیست، دیگه بزرگ خانواده لازم نیست بره فروشگاه، یه بچه هم بره خب یه مارکه دیگه، میگن آقا این جنس ورداریم پول بده بیا، دیگه نیازی نیست. بسیار مهمه که مردم احساس کنند با انتخاب، یعنی برگزیدن، مردم احساس کنند باید میان چند نمونه یکی را برگزینند. این میشه انتخابات. خب حالا اگر در تمام حوزه‌های انتخابیه سلیقه‌های مختلف، افکار مختلف،
حالا اونجایی که چند مذهبی مذاهب مختلف، اونجایی که قومیت ها هستن قومیت های مختلف، همه حضور داشته باشن. طرف میره انتخاب میکنه، حالا هر که آمد، هر کی که انتخاب شد. خب اگر بنا شد ما کشوری داشته باشیم، من مثال میزنم، ممکنه با واقعیت این مثال من فاصله داشته باشه، فرض کنید ما یک کشوری داریم، جامعه ما سه تا سلیقه داره. یک سلیقه سلیقه اصولگراست، یک سلیقه سلیقه اصلاح طلبه، یک سلیقه سلیقه اعتدالگراست. گفتم مثال میزنم، ممکنه سه گروه نباشه، چهار گروه باشه، پنج گروه باشه. اگر رو این فرض جامعه ما سه قسمت شد، سه جور سلیقه داشت، و تو انتخابات یک سلیقه فراوان، یکی دیگه او یه دونه باید با ذره‌بین و تلسکوپ و اینا پیداش کرد تو آسمان هفتم چجوری پیداش بکنیم، یه سلیقه هم که اصلا نیست، اصلا وجود نداره. خب توی همچون شرایطی من گفتم مثال میزنم، انشالله که اینجا اینجوری نیست، اگر یه همچون چیزی در یک شرایطی به وجود آمد، وقت انتخابات، کلمه انتخابات، اجرای انتخابات، ببینید شک نکنید قدرت ما با حضور مردمه. ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم. تازه اگر یک کشوری بودیم، وصل بودیم به یه ابرقدرت، بازم اون ابرقدرت روزی که اخ میکرد ما رو ول میکرد. اون قدرتی که قدرت دائم برای یک ملت هست، حضور ملته. شما چجوری در دیه سال 96 در برابر یک گروه ملت ما پیروز شد؟ خب ملت ما آمد تو صحنه، یه عده آمدن شلوغ کردن، زدن، یه کاری کردن. حالا توش ممکن بود یه عده معترض باشن، یه عده غیر معترض باشن، حالا کاری به 96 ندارم، چون 96 جزء روزهای تلخ تاریخ ماست که من یادم نمیره هیچ وقت. و این 96 بود که ترامپ رو پر رو کرد، این 96 بود که آمریکا رو آورد بهش قدرت داد که در برابر ایران وایسته، این 96 بود که دشمنان ما رو تشویق کرد. حالا یه عده آمدن به یه هدف دیگری، نمیفهمیدن دارن چی کار میکنن. خب ما در برابر این حوادث که پیش آمد در روزهای مختلف به چی افتخار کردیم؟ به کدام قدرت تکیه کردیم؟ مردم ما بودن، آمدن تو خیابون. اون روز که ما مردم رو دعوت کردیم در 96 بیان تو خیابون همه و جواب بدن، تو 98 همه رو دعوت کردیم بیان تو خیابون جواب بدن، اون وقت ما گفتیم فقط تو خیابون حزب فلان بیاید، حزب فلان نیاید، یا گفتیم همه بیایید، یا گفتیم امروز روز ملی است، همه بیایید از کشور دفاع بکنید. اون وقت تقسیم میکردیم که میگفتیم این خیابون فقط این جناح باید بیاد، امروز 22 بهمن که میاد پیش همه ملت دعوت میکنیم یا جناح خاص رو دعوت میکنیم. اگر خدای ناکرده یه روز حمله دشمن باشه، جناح خاص رو دعوت میکنیم یا همه رو دعوت میکنیم؟ تو 8 سال دفاع مقدس یه جناح خاص تو میدان جنگ بود یا همه در میدان جنگ بودن؟ یادمون نره روز مشکل همه باید با هم باشیم، بذاریم روز انتخابات هم همه با هم باشیم. مجری انتخابات، مجری قانون، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هستند. اینا مجری
قانونن و مجری انتخاباتم. انتخابات رو اینا اجرا میکنن. حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده گفته یک دستگاهی هم از کنار نظارت بکنه. یعنی یه عده‌ای گفتن شما اینجا وایستید این بالا نگاه کنید ببینید که اینا یه وقتی خلاف نکنن. همین نظارت یادمون نره یک دستگاه در کشور مجری انتخابات، بار انتخابات بر دوش اوست، اعتماد مردم به این گروه باید باشه. یه گروه همون بالا نظارت میکنن که خلاف یه وقتی واقع نشه. یه جایی خلاف بود میگن آه حواست باشه اینجا داره خلاف میشه. حالا به عکس شد، ناظر شد مجری، مجری شد مجری شد لوجستیک. ما یه دیگه لوجستیک. خب اگر ما میخواییم برسیم به اهدافمون، مسلماً برای همه ما کشور مهمه، برای همه ما نتیجه انتخابات مهمه، ما بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم. قانون اساسی ما توش جمهوریت هم هست. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. هست بابا، تو قانون اساسی ما کلمه جمهوری هست، رئیس جمهور هست، جمهوریت هست، اینا هست تو قانون اساسی ما. ما باید پاسدار اسلامیت و پاسدار جمهوریت باشیم. همه ما باید از اسلاممون، از جمهوریتمون، از ایرانمون، از قانون اساسیمون به خوبی دفاع کنیم. امروز یک روز ساده در کشور ما نیست. دو ساله ما در شدیدترین و سختترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفتیم. همه شما میدونید که شاید کشوری فکر نمی کرد، حالا چه اونایی که دوست ما هستن، چه اونایی که خیلی با ما رابطه خوب ندارن، چه اونایی که دشمن هستن، البته دشمنای ما محدودن به چند کشور، همهشون فکر میکردن چند ماه بیشتر ما نمیتونیم دوام بیاریم. شما ببینید فشاری که امروز بر روی ملت ما هست از هر زمان دیگر بیشتره. ما تحریم داشتیم، مشکل داشتیم، اما هیچ زمانی مثل امروز مردم ما در فشار نبودن. کار ملت ما، کار شما که خادمان ملت هستید، کار وزرای ما، کار استاندارهای ما، فرماندارهای ما، بخشدارهای ما، مدیران کل ما، کارمندان ما، کارگران ما، کشاورزان ما، خادمان ملت، همه ملت، کار قابل تقدیر هست، جای سپاس داره. این که ما میبینیم در این شرایط سخت جز یک ماه تو امسال از اردیبهشت روند ما همش تو مسئله تورم مسیر کاهشی بود، فقط یک ماه ما یک حرکتی داشتیم، یه جامپی داشتیم و بعد خوابید. برام هم روشن بود که فقط یه ماهه. فقط آذر بود، آذر یه حرکت تند کرد برگشت، یعنی دی دو مرتبه برگشتیم به همون شرایط قبلی. برای منم کاملا، من تو دولتم بارها گفتم که این حرکت فقط یک ماه خواهد بود و اون تو آذر خواهد بود. الان هم بانک مرکزی هم مرکز آمار هر دوشون میگن تورم ماه دی، حالا مرکز آمار میگه 8 دهمه،
حالا بانک مرکزی نزدیک یک میگه، یک حالا ما بگیم. بنابراین ما دو مرتبه برگشتیم به اون روند کاهشی. رشد اقتصادی ما امسال، البته بدون نفت، رشد اقتصادی ما انشاءالله منفی نخواهد بود، همطوری که در شش ماه اول رشد اقتصادی ما مثبت بوده. این خیلی مهمه. یک ملتی که تحت این همه فشار قرار گرفته داره شرایط رو بر میگردونه به یک شرایط قابل قبول. نمیخوام بگم شرایط شرایط مطلوبه، نیست. شرایط ما شرایط مطلوب نیست. اتفاقا دیروز ما در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک بحث بسیار مهم و مفصلی رو در جلسه بحث شد و کارشناسا ایراد کردن که وضع ما از اوائل دهه 80 تا امروز چگونه بوده، فراز و نشیب رو. و اتفاقا در آمار و همه روندها و ترندهایی که دیروز نشون داده شد در اون جلسه رؤسای سه قوه و سایر اعضا، نشون داده شد که در سالهای اخیر در دو سال وضع خیلی خوب شده. یکی سال 93 است که وضع خیلی خوب شده، کاملا متفاوته. یکی سال 95 کاملا با سالهای دیگه متفاوته. یعنی یهو همه چیز رفته بالا. امید مردم، نظر مردم، حضور مردم، نشاط مردم، خب این آمار اقتصادی بود. این آمار دیروز صرفا اقتصادی بود، سیاسی نبود، اما کاملا آدم این آمار رو میفهمه یعنی چه. 93 یک حرکت بسیار خوب، شرایط بسیار مناسب برای مردم. 95 که حالا سال استثنایی بود برای ما، یعنی ما 12.5% رشد اقتصادی ما بوده، در دنیا ما اول شدیم. رشد اقتصادی سال 95 ما در دنیا ما اول هستیم. خب معلومه چرا؟ چرا آمدن شروع کردن به تخریب؟ چرا یه دی تروریست جهانی مثل کاخ سفید، مثل صهیونیسم، مثل برخی از ارتجاع عرب که با اونها هستن، اینا آمدن تصمیم گرفتن برجام رو ترور کنن؟ چرا؟ چرا تیراندازی کردن به سمت برجام؟ دلیلش چی بود؟ برای اینکه 94 برجام اجرایی شد، 95 بالاترین رشد اقتصادی کشور ما داره. همه شرکت ها به ایران آمدن، همه سرمایه گذاری ها آغاز شد، تحرک بزرگی شروع شد. من استاندارها که به من گزارش دادن، بسیاری از استاندارها نشون دادن که در سال 95 چقدر طرحهایی که مونده بود به حرکت در آمد. همه چیزایی که مونده بود، گمرکات کشورهای مختلف، همه آمد، همه سرمایه ها آمد، حرکت به وجود آمد. چرا اسرائیل تصمیم گرفت؟ چرا ترامپ تصمیم گرفت؟ چرا عربستان اونها رو کمک کرد؟ چرا دست به دست هم دادن که برجام رو ترور کنن؟ برای اینکه دیدن این برجام باعث رشد و حرکت ایران در منطقه و جایگاه ایران در کل منطقه. من یکی از مقامات منطقه آمده بود، داستان راجب سال 92 سفر اول من به نیویورک، من بهش گفتم شنیدم تو منطقه دوستان شما، چون جزو کشورهای منطقه بود، دوستان شما شب از ناراحتی خوابشون نبرده بود تا صبح. گفت نه، این خبر درست نیست. نه شب تا صبح خوابشون نبود، مریض شدن همهشون. گفت همهشون مریض شدن، هفته افتاده بودن، اصلا زندگیشون به هم خورده بود. یعنی یک تلفن میتونه یه عده‌ای رو تو منطقه همه رو مریض کنه. گفت نه، اینا مریض شدن، نه اینکه شب نخوابیدن، مریض شدن، یه هفته مریض بودن.
وقتی که قدرت مردم، حضور مردم، اقتصاد مردم، نشاط مردم، و شما دیدید در منطقه هم چه موفقیت هایی ما به دست آوردیم. یعنی اینکه ترامپ اول برجام رو ترور میکنه، بعد سردار عزیز ما سلیمانی رو ترور میکنه، بعد میخواد رفاه مردم رو ترور کنه، بعد میخواد وحدت مردم رو ترور کنه، بعد میخواد آسایش مردم رو ترور کنه، بعد میخواد انسجام ملی ما رو ترور کنه. این همه یه مسیره. اینا میخوان به دنیا بگن ایران یک جزیره تنهاست، یک جزیره منزوی است. دور ایران رو میخوان دیوار بکشن، دیوار همیشگی. نباید بگذاریم این کار بشه. اینا میخوان ما رو جدا کنن از دنیا. هر جا هر کس به ناروا و غلط ما رو از دنیا، از منطقه، از دنیای اسلام، از دوستان ما جدا میکنه، باید فردا پیش مردم پاسخگو باشه. ما باید مسئولیت پذیر باشیم، ما باید پاسخگو باشیم. نمیشه ما یک قانون و مقرراتی که دولت اون رو تصویب کرده به عنوان لایحه داده مجلس، مجلس اون رو تصویب کرده به عنوان نماینده ملت، این هم بین زمین و آسمان بمونه. بعد ما روابط ما با دنیا دچار مشکل بشه. مگه میشه همچون چیزی؟ مگه میشه روابط بانکی ایران با دنیا قطع شه، به هم بریزه؟ کی تو این کشور تصمیم گیره؟ دولت که تصویب کرده به صورت لایحه، مجلس که تصویب کرده، رهبری که به صراحت میگه که من با لوایح دولت مشکلی ندارم، چطور میشه؟ اینا باید پاسخ بیان بدن. نمیشه با شعار، نمیشه با چهار تا حرف تو فضای مجازی یا حقیقی یا تو این رسانه تو اون رسانه منافع ملی رو ما زیر پا بگذاریم. منافع ملی است، ما همه باید وایستیم. ما نباید بگذاریم ترامپ موفق بشه، ما نباید بگذاریم تروریست های کاخ سفید موفق بشن. اینا دارن رابطه ایران را با بانک های جهان ترور میکنن، حواسمون باید باشه. اینا دارن اعتماد مردم را با نظام ترور میکنن. به نظر من انتخابات خیلی مهمه، مخصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهمه، جای هیچ تردیدی نیست. ولی از انتخابات مهمتر اعتماد مردمه، از انتخابات مهمتر اون سرمایه اجتماعی است. علی‌رغم انتخابات مجلس بسیار بسیار مهمه و همه باید حضور پیدا کنیم. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، این یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه، فرق میکنه. بیایم به مردم اعتماد بدیم، به مردم بگیم نظام ما نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام شاه نیستیم، ما فقط حزب رستاخیز نداریم، ما فقط حزب کمونیست نداریم، ما تک حزبی نیستیم، ما نظام چند حزبی هستیم. هر کس، احزاب آزادن، مخصوصا تو دولت تدبیر عمومی این همه احزاب دست و بالشون باز شده، هر که خواسته بیاد بگیره، مجوز بگیره، به راحتی مجوز گرفته، خانه احزاب فعال شده، آمدن کنار هم نشستن. همه باید بیان حضور پیدا بکنن. ما که تک حزبی نیستیم. اونایی که میخوان اعتماد مردم رو ترور بکنن باید حواسمون جمع باشه. همه ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار گرفتیم. نباید بگذاریم آمریکا پیروز شه، و نمیگذاریم انشاءالله، و ملت ما نمیگذاره.
و انسجام ما نمیگذاره و وحدت ما نمیگذاره. من اینجا میخوام یه خواهش کنم از تمام ملت ایران، از تمام مردان و زنان، از تمام جوانان و پیران، از روستایی و شهری، از تمام اقوام، از تمام مذاهب، امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رأی، ولو اینکه گله داریم، ولو اینکه ناراحتیم، ولو اینکه ممکنه تو ذهن ما مشکلاتی باشه، ولو اینکه ممکنه یه جایی بگیم فلان جا دقیق اجرا نشده، دقیق عمل نشده. قهر نکنیم با صندوق، قهر نکنیم. ولو اینکه شما در تهران 30 کاندیدایی، یه وقتی بگردید ببینید مثلا همه 30 تا ندارید، 29 تا دارید، 20 تا دارید، 15 تا دارید، هرچه. توی یه جایی که 6 تا کاندیدا داره شما مثلا ببینید 4 تا کاندیدا دارید، حالا یه جا 30 تا داریم، یه جا 6 تا دیگه، بعدش دیگه 5 تا و 4 تا و 3 تا و 2 تا و 1 است. به هر حال توی انتخابات اگر هم دیدیم نقصی هست، ایرادی هست، من خواهش میکنم روز انتخابات دوم اسفند یک روز تاریخی است، یه یوم الله برای ما، کاری نکنیم صفهای ما خلوت باشه، بذاریم همه بیایم پای صندوق. البته از حالا تا اون زمان من به آقای وزیر کشور میگم، به همه مسئولین میگم، به همه استانداران میگم، به همه فرمانداران میگم، شماها به هر حال با هیئت‌های نظارت رابطه دارید، به هر حال گاهی دوستی دارید، گاهی به هر حال رفت و آمد دارید، میشناسید اینا رو. اونایی که مسئولین بالاتر رو میشناسن، من خودم هم اقدامات خودم رو انجام دادم، من خودم هم نامه‌های لازم رو نوشتم، حالا من مصلحت ندیدم برخی از نامه‌ها رو منتشر بکنم. همه ما باید تلاش بکنیم این رقابتی بودن رو درست کنیم. نقص ما الان، نقص ما اینجا تو رقابت یه ذره ما مشکل داریم، اینه باید حل. حالا یه ذره یا بیشتر یا کمتر، حالا من میگم ممکنه از یه ذره بیشتر باشه الان. امیدواریم این رقابت رو درست کنیم، بذاریم بیان همه، همه گروه ها. آخه این که نمیشه که نهادهای اصلی قانونی چهار رکنی که باید بگن این فرد صالح یا صالح نیست، اونا همه گزارش درست دادن، با یکی رو فرستادن در یک کوچه ای، نمیدونم اون چی اصلا منوز با کی صحبت کرده، چی گفته، بعد آمده یه گزارش نوشته. مگه میشه هم چیزی کشور رو اداره کرد؟ اگه ما میخواییم با در خونه بریم درست کنیم، پس این دستگاه رو تعطیل کنیم. این وزارت اطلاعات برای چی داریم؟ نیروی انتظامی برای چی داریم؟ دادگستری برای چی داریم؟ خب بریم در خونه ها دو تا همسایه میپرسیم. و یه داستانی، البته مال این انتخابات نیست، انتخابات قبلی، یه آقایی به من گفت که من 100% تایید میشم. گفتم چطور؟ گفت من همه همسایه ها رو دیدم. گفت قبلن هم به یه بهانه بهشون کادو دادم، همه از من تعریف میکنم. این شد انتخابات؟ پس انتخاباتی که ما باید بریم قبلا کادو به همسایه ها بدیم تا تایید بشه صلاحیت ما. خب پس معلومه ما یه اشکالاتی، البته این که داستان گفتم مال این انتخابات نبود، انتخابات قبلی بود. حالا نباید بگذاریم رقابت از اون حالتی که قانون، من خواهش میکنم معیار همه ما قانون باشه. ما از قانون بالاتر که نداریم که. وزارت کشور ما، شورای نگهبان ما، مجلس ما، هر چی که ما داریم تو کشور، دولت ما، هیچ کس که بالاتر از قانون نیست که. قانون معیار ما باشه، بر مبنای قانون ما حرکت بکنیم. حالا من چند جمله پایان عرضم روش تأکید بکنم. شماها مسئولیت سنگینی بر دوش دارید. اولا شما امانتدار مردم هستید، هم امروز هم فردا هم دیروز، فرق نمی کنه. استاندار امانتداره، فرماندار امانتداره،
هیئت اجرایی امانت داره، هیئت نظار امانت دارن، مدیران کل، همه ما اختیارات ما از جانب مردم، مردم به ما امانت دادن و این رو باید سالم به نفر بعدی تحویل بدیم. ما امانت داریم، صاحب این حق مردم هستن، والخلق عیال الله، همه مردم هم به عنوان مخلوق حق و به یک معنا همه محبوب حق هم. خدا همه مخلوقات خودش رو دوست داره، حالا مگر اینکه خودشون بخوان خودشون جدا کنن از مسیر حق. ما بیاییم همه توانمون رو به کار بیاییم، همونطوری که شما در این دو سال با همه توان کاری کردید که کشور رو پای خودش وایسته، اقتصاد رو پای خودش وایسته، مردم ولو با مشکلات بتونن زندگی بکنن. امروز یک مسئولیت مضاعفی شما دارین به عنوان امانتدار مردم. رأی مردم، صندوق‌های آرا، البته من که نمیپسندم این شکلی که الان ما صندوق آرا داریم، ولی حالا دیگه چاره نداریم. هرچند با آقای وزیر کشور در هر دوره‌ای تأکید کردیم، ایشون هم رفت نشد به هر حال، که آقا این انتخابات الکترونیکی کنیم. بابا افغانستان هم این کار کرد، بیام این کار بکنیم. یک چیزی نیست که آخه این چیه، دو مرتبه رو ورقه می نویسیم، دو مرتبه می نویسیم صندوق، دو مرتبه یکی می خونه، یکی علامت می زنه، اون من می زنه، اون چی می خونه، این کجا رو می زنه، علامت می زنه. بعد همه که علامت زدیم، یا حسین رو تجمیع، حالا بیا دیگه آخرش که میخوان تجمیع بکنن چیه، بساطی پیش میاد. اونجا باید مراقب باشیم و مواظب باشیم. ما تو خیلی از انتخابات تو تجمیع مشکل پیدا کرد. خب چرا این کارو بکنیم؟ بذاریم الکترونیک کنیم، بذاریم یکم مردم راحت شن، خیالشون آسوده بشه. الانم شما باید تلاش کنید خیال مردم رو آسوده کنید، با دقتتون، با تلاشتون، با مصاحبهتون، با اقدامتون، با امکانتون. وزارت کشور با بازرسی هایی که بالا سر صندوق ها تعیین میکنه، بازرسینی که میفرسته، مردم دلشون قرص باشه که رأیشون کم و زیاد نمیشه. این خیلی مهمه، اعتماد مردم، اطمینان مردم بسیار مهمه، امنیت بسیار مهمه و شما مسئول امنیت هم هستید، مسئول شوراهای تأمین هستید. الحمدلله تو انتخابات های گذشته ما امنیت خیلی خوبی داشتیم و همین امنیت خوب رو ما میخواییم. نذاریم اختلاف بشه، نذاریم دعوا بشه، نذاریم مسائل قومی پیش بیاد. اگر یه موردی هست مشکل قومی درست میکنه، از حالا بریم بگیم به مسئولین بالا، دو نفر اگه باید تایید شن، پنج نفر اگه باید تایید شن، نگذاریم اختلاف درست بشه، دعوا درست شه. حالا شماها که تو جلسات خصوصیتون میگید مجلس بعدی 100% مال ما هست، خب اگه مال شماست چرا قصه میخورید؟ که شما که اینجوری گفتید تو اتاق فکرتون که مجلس بعدی 100% مال ماست، خب الحمدلله خب مال شماست. اگه شما مال شماست، بذارید لااقل یه رقابت شکل بگیره، مشارکت بره بالا، مجلس هم مال شما باشه، نوش جانتون، ما مشکل نداریم اصلا تو این داستان. پس بذاریم ما امنیت حاصل شه، رقابت حاصل شه، انتخابات سالم باشه و همه تلاش کنیم مشارکت بره بالا. یعنی ببینید ما همیشه مشارکت های ما معمولا اینجور بوده، البته هرچی بیشتر بهتر، بین مثلا 50% چرخش کرده تا مثلا 70% مثلا، یه همچون چیزی تو مجلس، حالا تو ریاست جمهوری این مقدار بیشتر بوده. به هر حال نذاریم حد اقل بشه، نذاریم خدای ناکرده حد اقل آرا باشه، ما بذاریم حد اکثر آرا باشه. این رو وظیفه بدونیم، مشارکت یک وظیفه بدونیم، رقابت یک وظیفه بدونیم، سلامت یک وظیفه بدونیم، امنیت یک وظیفه بدونیم، نشاط رو در مردم ایجاد بکنیم. 22 بهمن بسیار خوبی داشته باشیم، 2 اسفند با شکوهی انشالله داشته باشیم، خداوند از ما راضی باشه و انشالله ما جمهوریت و اسلامیت رو به خوبی حراست و حفاظت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.